یک روز شاه عباس لباس درویشی پوشید و رفت توی شهر. گشت تا رسید به یک خانه. دید 3 دختر نشستند. اولی میگوید اگر شاه عباس مرا بگیرد، جفتی پسر کاکلزری برایش به دنیا می آورم. دومی گفت اگر مرا بگیرد، غذایی برایش درست می کنم که تمام لشکرش بخورند و تمام نشود. و دختر کوچکتر گفت کاش روزی بیاید که شاه عباس 40 شب زیر حکم من باشد. شاه عباس حرفها را شنید و برگشت به قصر. دستور داد هر 3 دختر را احضار کردند. 2 دختر اولی را عقد کرد، اما 3 را داد دست کسی و گفت ببرش بیابان و سرش را ببر و دستمال خونی آن را هم بیاور. آن شخص دختر را برد بیابان و شمشیر کشید که سرش را ببرد. دختر به التماس درآمد که ای برادر، کشتن دختر بدبختی مثل من چه فایده‌ای به حال تو دارد؟ بیا و به خاطر خدا از خون من بگذر. آن شخص دلش به رحم آمد و دختر را رها کرد و به جایش پرنده‌ای را کشت و دستمال را با خون آن سرخ کرد و برد برای شاه. دختر سر گذاشت در بیابان و رفت تا رسید به یک مرد چوپان. چوپان دید که دختر خیلی خوشگل است. گفت زن من می شوی؟ دختر گفت بله، چرا که نه، اما اول سر گوسفندی را ببر تا کباب کنیم و بخوریم و بعد زن تو می شوم. چوپان گوسفندی سر برید و کباب کرد و خوردند. بعد دختر گفت حالا برو آبادی، مادری، خواهری، هر کسی داری بردار و بیاور تا عقد کنیم. همینطوری که نمی شود. چوپان گفت باشد. رفت که خواهر و مادرش را بیاورد. دختر شکمبه گوسفند را به سرش کشید و فرار کرد و رفت تا رسید به باغ بزرگی. باغبان او را دید، فکر کرد جوان کچلی است و چون پیر شده و احتیاج به کارگر داشت، رو به دختر کرد و گفت هی کچل، شاگرد من می شوی؟ دختر گفت باشد و مان پیش باغبان پیر. چند روز که گذشت آمد به میان باغ که یک تخت سکوی درست کند. وسط باغ را چال کرد، دید از زیر خاک 7 سکه طلا در آمد. باغبان را صدا کرد، گفت پدر، صاحب این باغ کیست؟ گفت صاحبش یک شخصی است در این شهر به نام وریرد. گفت بیا این پولها را بگیر و برو و به هر قیمتی شده باغ را از او بخر و قبالش کن به نام من. باغبان رفت به بروجرد و باغ را خرید و قبالش کرد به اسم دختر. یک مدتی که گذشت دختر کاخی در آن باغ بنا کرد که هیچ پادشاهی تا آن وقت نه به چشم دیده و نه به گوش شنیده بود. در آن گنجی که دختر پیدا کرده بود، گردی هم که بود که اگر آن را به مس می‌زدی طلا می‌شد. خلاصه گذشت تا یک روز درویشی آمد در کاخ دختر و قدری مدح علی گفت. دختر منزل به او داد. ظرف‌هایی که در آنها به درویش غذا دادند همه از طلا بود. همه را به درویش بخشید. صبح هم که خواست برود 100 دیگر به او دادند. از قضا مدتی بعد همین درویش رفت در قلعه شاه عباس و شروع کرد به مداحی. شاه عباس به او 5 صدقه داد و روانش کرد. درویش پیغام فرستاد به شاه که ای شاه، تو ناسلامتی پادشاه یک مملکت به این بزرگی هستی، اما سخاوتت به اندازه زنی هم نیست. شاه عباس قضیه را جویا شد و درویش هم از سیر تا پیاز برایش گفت. شاه عباس به اهل کاخ گفت این درویش را نگه دارید و پذیرایی کنید تا من بروم و ببینم که این دختر کیست و کجاست. خلاصه شاه عباس با لباس درویشی آمد منزل دختر و 3 روز و 3 شب ماند. هرچه برایش آوردند ظرفهایش از طلا بود. همش را به خودش بخشیدند. سرآخر هم 300 به او دادند و روانش کردند. شاه عباس وقتی میخواست برود به یکی از کلفتها گفت برو به خانومت بگو مگر سرمایه تو از چیست که این همه بخشش میکنی و تمام نمیشود. کلفت آمد و به خانوم حرف شاه عباس را گفت. خانوم گفت برو به درویش بگو یک کوری هست که نشسته بر سر یک چاهی و میگوید هر کس به من رحم کند خدا به او رحم نکند. از او بپرس چرا این حرف را میگوید. بعد که جواب آوردی من هم میگویم که ثروت و سرمایه‌ام از چیست که تمام نمیشود. شاه عباس رفت و رفت تا رسید به یک کوری که سر چاه نشسته بود و میگفت هر کس به من رحم کند خدا به او رحم نکند. از او پرسید چرا این را میگویی؟ به جای آن بگو هر کس به من رحم کند خدا هم به او رحم کند. کور گفت نه نه،
هر کس به من رحم کند خدا به او رحم نکند. شاه عباس گفت آخر بگو ببینم علت این حرف تو چیست؟ کور گفت یک پادشاهی است در این شهر، به او میگویند پادشاه بی غم. تو برو از او بپرس چرا بی غم است. همه خلایق از شاه گرفته تا گدا غم دارند، اما به او میگویند شاه بی غم. اگر جواب گرفتی آوردی، من هم علت این حرفم را به تو میگویم. شاه عباس کور را ول کرد و رفت و رسید به شهر. رفت به کاخ شاه بی غم، از او پرسید چرا به تو میگویند پادشاه بی غم. پادشاه بی غم گفت یک کریمی هست سر پلی توی دریا نشسته و از صبح تا غروب برنج و خورشت و مرغ پخت می کند و توی دریا می ریزد. برو از او بپرس که چرا این کار را می کند. اگر جواب آوردی، من هم علت بیغمیم را به تو می گویم. خلاصه شاه عباس آمد رسید به کریم دریایی، دید بله از کله سحر تا غروب برنج و خورشت و مرغ پخت می کند و می ریزد توی دریا. شاه عباس از او پرسید حاج کریم، چرا این همه غذا رو می‌ریزی توی دریا؟ کریم دریایی گفت ای درویش، قصه من دراز است، اگر حالش را داری بنشین تا برایت تعریف کنم. شاه عباس نشست و کریم دریایی شروع به حکایت کرد. من یک زمانی جوان کچلی بودم و در این شهر گوساله چرانی می‌کردم. زمستان‌ها هم بیکار بودم. یک روز زمستان که بیکار بودم، یک شخص تاجری آمد و گفت آقا نوکر نمی شوی 40 شب؟ گفتم به چه قیمت؟ گفت 40 شب نوکر من بشو، من 100 تومان به تو می دهم، همه خرج و نان و آبت هم با خودم. گفتم باشد و رفتم. او اول کار 100 تومان به من داد، بردم دادم به مادرم و آمدم پیش حاجی. یک هفته گذشت تا اینکه او 7 قاطر و 1 گوساله بزرگ برداشت و با هم حرکت کردیم و رفتیم تا رسیدیم به کنار یک دریایی. وسط دریا یک جزیره و کوه بلندی بود. بار و بندیل من را گذاشتیم و حاجی گفت سر این گوساله را ببر تا گوشش را بخوریم، اما پوستش را نگه دار که کارش دارم. سر گوساله را بریدیم و خوردیم و 1-2 روز گذشت. توی این مدت من هرچه آتشخال و ریز نان سفره بود میریختم توی دریا تا ماهی ها بخورند. خلاصه وقتی گوشت گوساله تمام شد، حاجی پوست گوساله را آورد پهن کرد و به من گفت بیا برو توی این پوست دراز شو. من هم از همه جا بیخبر رفتم و دراز شدم. تا آمدم بگویم آره یا نه، حاجی من را توی پوست پیچان داد، در پوست را محکم دوخت و رفت گوشه‌ای پنهان شد. کمی که گذشت، یک مرتبه یک عقاب از آسمان آمد و را به چنگال گرفت و برد روی کوه وسط دریا. عقاب پوست را درید که بخورد. من از پوست در آمدم. حاجی گفت پسرم اصلا نترس، از آن سنگ و کلوخ‌ها که زیر پایت هست بردار و با قلاب سنگ بینداز از این طرف. قلاب سنگ را هم توی پوست گوساله گذاشته بود. خلاصه من هرچه دستم رسید از صبح تا غروب از آن سنگ ها توی قلاب سنگ گذاشتم و پرت کردم. حاجی هم همه را توی گونی ریخت و بار قاطرها کرد و رفت. من هرچه داد زدم حاجی پس من چی؟ مرا نمیبری؟ گفت تو بمان همین جا که بابات مرده. من تازه فهمیدم که آن سنگ ها گوهر شب چراغ بودند. نگاه کردم دیدم این حاجی خدا نشناس قبل از من هم عده زیادی رو گول زده و به جزیره آورده. به دست آنها جواهر از جزیره جمع کرده و برده و آنها را همونجا گذاشته و رفته تا مردن. گفتم دیدی چه خاکی بر سرم شد؟ مدتی حیران و سرگردان بودم. آخر گفتم برای چه اینجا بمانم؟ خودم را به این دریا میزنم یا به ساحل میرسم یا میمیرم و خوراک نهنگ و ماهی میشوم. از اینجا ماندن که بهتر است. وقتی خودم را به دریا زدم دیدم دوتا ماهی با هم صحبت میکنند و یکی به دیگری میگوید این همان کچلی است که برای ما نان ریزه میریخت. حالا که گرفتار شده باید نجاتش بدهیم. این را گفتند و از دریا نجات هم دادند. من 7 روز و 7 شب گرسنه و تشنه از بیابان گذشتم تا رسیدم به شهر. مدتی ماندم، دیدم بله باز هم آن حاجی خدا نشناس سراغ نوکر می کند. من شکل و شمایلم رو عوض کردم و رفتم پیش حاجی. دوباره نوکرش شدم. یک هفته که گذشت قاطرها و گوساله‌ای را برداشت و 7 شب و 7 روز از توی بیابان برهوت رفتیم تا دوباره رسیدیم به ساحل دریا. سر گوساله را بریدیم و پوستش را کندیم و گوشت گوساله را خوردیم. گوشت ها که تمام شد حاجی گفت برو توی پوست دراز بکش.
من خودم را به نفهمی و نابلدی زدم، یا با سر می رفتم یا با پا. آخرش با حاجی گفتم من بلد نیستم، تو برو توی آن تا من یاد بگیرم. حاجی رفت توی پوست تا یاد من بدهد، اما تا آمد به خودش به جنبت پوست را پیچیدم و درش را دوختم. عقاب آمد و او را برد بالای کوه جزیره، پوست را پاره کرد و حاجی از توی پوست در آمد. داد زدم حاجی نترس، من همان کچلی هستم که دفعه قبل آوردی اینجا. با کمک خدا از جزیره نجات پیدا کردم، راه و چاه نجات از جزیره را بلدم. اگر میخواهی نجاتت بدهم، شرطش این است که دخترت را به عقد من درآوری و نصف مال و ثروتت را با قباله به نام من کنی. حاجی نامه نوشت و مهر رو امضا کرد و سنگی توی آن پیچاند و با قلاب سنگ برای من انداخت. بعد گفت حالا بگو چگونه بیایم. گفتم بابات مرده، حالا انقدر اینجا بمان تا بپوسی. خلاصه حاجی خدا نشناس را گذاشتم و با بار قاطرها برگشتم. خانواده ی حاجی سراغ او را گرفتند. گفتم حاجی بین راه مریض شد و مرد، مرا وصی و جانشین خود کرد، این هم وصیت نامه مهر و موم شدش. نامه حاجی را آوردم دادم به خانوادهش. خلاصه ای درویش، این بود قصه من. الان دختر آن حاجی زن من است و من از ثروت بی حساب او هر روز میپزم و برای ماهی های دریا که سبب نجات من شدند میریزم. این است که میگویند تو نیکی میکن و در دجله انداز. به همین علت به من میگویند کریم دریایی. شاه عباس قصه کریم دریایی را که شنید، برگشت آن را به شاه بیغم گفت. شاه بیغم هم به شاه عباس گفت راز بیغمی من این است که زنی دارم که دختر عمویم است. ما با هم عهد کرده و قسم خورده بودیم که اگر من زودتر مردم او شوهر نکند و اگر او زودتر مرد من زن نگیرم، تا اینکه یک روز دختر عمویم مریض شد و به حال مرگ افتاد. من که از او قطع امید کرده بودم، برای اینکه به عهد خود وفا کنم رفتم و خود را مقطوع النسل کردم. اما دختر عمویم نمرد و فردای آن روز کم کم حالش جا آمد و خوب شد. مدتی گذشت، دختر عمو از من خواست تا با او هم بستر شوم تا بچه دار شویم. اما وقتی جریان خود را به او گفتم و او فهمید، ناراحت شد و گفت من شوهری میخواهم که پدر بچه هایم باشد. من هم گفتم از این نوکرهای قصر هر کس را که میخواهی انتخاب کن و از او بچه دار شو. حالا ای عمو درویش، بدان که غم همه عالم روی دل من است. اما مردم از روی مسخره به من میگویند پادشاه بیغم. شاه عباس قصه پادشاه بیغم رو که شنید، با ناراحتی از او خدافزی کرد و آمد پیش مرد کور که سر چاه نشسته بود و داستان شاه بیغم رو برای او گفت. کور هم چنین حکایت کرد که بله، من هم گماشته‌ای بودم که این چاه را میکندم. پسری داشتم جوان که بالای چاه میماند. روزی ته چاه جعبه دم کلنگ من افتاد. گفتم حتما این گنج است. اگر پسرم بفهمد ممکن است طمع کند و با سنگ مرا ته چاه بکشد و گنج را خودش ببرد. روی همین حساب پسر را صدا زدم که پایین بیاید. تا آمد ته چاه با کلنگ زدم توی سرش و او را کشتم. جعبه را برداشتم و آمدم بالا. در جعبه را باز کردم تا ببینم در آن چه هست، که ناگهان گردی از درون جعبه در آمد و چشمهایم را کور کرد. از آن وقت تا الان من سر همین چاه نشستم و میگویم هر کس به من رحم کند خدا به او رحم نکند، چون من که پسر خودم را به طمع مال کشتم مستحق رحم نیستم. خلاصه شاه عباس پیش دختر آمد و قصه کور را برای او تعریف کرد. بعد از او خواست که راز ثروت خود را برای او فاش کند. دختر به شاه عباس گفت از موقعی که از اینجا رفتی چند شب گذشته است؟ شاه عباس گفت 41 شب. دختر گفت پس بدان ای شاه عباس که من همان دختری هستم که آن شب پشت در خانه ما آمدی و آرزویم را که 40 شب حکمرانی بر تو بود شنیدی و دستور قتلم را دادی. اما لطف خدا کار خودش را کرد و مرا به این ثروت و به آن آرزو رسانید و تو 41 شب دنبال حکم من رفتی. این را گفت و سجده شکر به جای آورد و همه قصه خود را از یافتن گنج خسروی و گرد کیمیا برای شاه عباس تعریف کرد. شاه عباس هم از زنده بودن او خوشحال شد و او را به نکاح خود درآورد.